بر ضد منافع ایران تحریکاتی میشوند. دو شعارهایی میشنوید به گوش ایرانی ناآشناس، هیچ ایرانی حقیقی همچین شعاری نمید. ولی ما این شعارها رو شنیدیم، تعجب کردیم، تأسف خوردیم، بلکه قصه هم خوردیم. چی تو میشه یک نفر اسمش ایرانی باشه ولی شعاری بدهد که به من به وسیله خارجی به او دیکته شده؟ ولی پرده ها بالا رفت، ماسک ها عقب رفت، افراد شناخته شده. حالا این افراد در هر مقام و منزلتی که باشه اینا شناخته شده. صفوف ایرانی باید از هم جدا از 30 میلیون جمعیت مطمئن هست که 29 میلیون 900 و خورده هزار نفرش ایرانی هم و عده قلیلی اگر اسمشون ایرانی دلشون ایرانی صفوف ایرانی باید از هم جدا بشه. این دو صف باید از هم جدا بشه. البته ارزش این را ندارد که بگویم این دو صف، ولی اون 29 میلیون و 900 و خورده هزار نفر اینها باید فاصله بگیرن. درود بر شما ایران پرستان عزیز، امروز با شما هستم تا در مورد یکی از اشخاص بسیار 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 خطرناک در اپوزیسیون صحبت کنم به نام سید مهدی جلالی تهرانی. امروز در مورد این فرد یک برنامه بسیار مهمی دارم و اینکه ایشون به کجا وابسته است، داره چی میگه، همه اینا رو میخوام مطرح کنم و برنامه ایست که صحبتهایی چون در مورد این فرد این اواخر صحبتهای زیادی شنیدید متفاوته با همه صحبتهایی که تا به امروز شنیدید. سید مهدی جلالی تهرانی نخستین بار که نظر منو جلب کرد پس از رستاخیز 7 آبان فرزندان کوروش بود که پس از اون رستاخیز خیلی از عوامل عربستان و اسرائیل در فضای رسانه‌ای پر کردن آ اینا فاشیست نه، اینا به خاطر که این فرزندان کوروش اون شعار جهان لرزانه، ما آریایی هستیم، عرب نمی‌پرستیم و سر داده بودن. و اون موقع خب تیم رودست اگه یادتون باشه شمشیرش کشید و دفاع کرد از این فرزندان کوروش و دیگه از نوریزاده تا میبودی، دیگه چه میدونم، از رادیو فردا، بی بی سی، رضا پهلوی، شریعت مداری، هر کسی که به این فرزندان گفت بالای چشمتون ابرو، ما اومدیم پرداختیم. و اون موقع ما داشتیم رصد میکردیم و دفاع کنیم و فرزندان کوروش، مصاحبه این سید مهدی جلالی تهرانی رو با آقای حجازی تو رادیوشون من شنیدم. خب اولین بار بود ایشونو اصلا نامشو میشنیدم و مصاحبهشو شنیدم و اون زمان دیدم ایشون صحبتهایی رو داره میگه که جنس این اپوزیسیون بی سواد نیست، یعنی یک آگاهی پشت داستانه و یک هدفمند داره صحبت میکنه، چون بیشتر این کسی که تو اپوزیسیونن خیلی احساسی یا اگر هم مثلا خط و مشی رو دارن پی میکنن خیلی راحت شما میتونید شناساییشون کنید، ولی چون اون موقع ایشون سر زبون نبود ما دیگه بهش مطرحش نخواستیم بکنیم، کمکش کنیم مطرح بشه، چون یکی از مسائلی که وجود داره ما خیلی اونو میشناسیم ولی مطرح نمیکنیم چون هنوز مطرح نشدن. و بعضی وقتا خب دیگه برخی‌ها که اون مطرح شدن رو در جامعه پیدا می‌کنن دیگه ما بهشون می‌پردازیم. همون زمان آقای سید مهدی جلالی تهرانی رو من سپردم به دو تن از بچه‌های تیم تحقیقاتیمون، پیام و بابک عزیز، و این دو تن از یاران ما در یک سال گذشته آقای سید مهدی جلالی تهرانی رو در فضای مجازی و فعالیت‌هایی که داره پیش می‌بره دنبال می‌کردن. راستش حالا کار داشتیم که تا کار تحقیقاتیمون تموم بشه به ایشون بپردازیم که این اواخر تلویزیون افق ایشون رو دعوت کردن، تنها رسانه مورد تایید آقای رضا پهلوی که هنوزم حالا با شایعاتی که وجود داره آقای رضا پهلوی هیچ بیانیه‌ای صادر نکردن که قطع همکاری دارن با این رسانه و طبق گفته خود آقای رضا پهلوی فقط شبکه‌ای که ایشون، کانال‌های مجازی که ایشون در دستش هست اگه چیزی رو بگه قبوله و تا به این لحظه ایشون همکاری خودشون رو رسما اعلام نکردن با این تلویزیون قطع شده. و دیدم در تنها رسانه مورد تایید آقای رضا پهلوی در کنار مهدی آقا زمانی، شخصی که بارها با رضا پهلوی مصاحبه میکنه و قبلا خودشو عضو شورا میدونه، خود یعنی اصلا خودشو زیر مجموعه دفتر آقای رضا پهلوی میدونه، بعد اومد کامنت پست گذاشت گفت نیستم، اینا رو کاری نداریم واردش نمیشیم، ولی دیدم ایشون اونجا اومد و صحبتای رو مطرح کرد در قبال اینکه تاریخ ما رو زیر سوال ببره که ما به برخیش تو این برنامه میپردازیم. البته در این یک سال که ما مهدی جلیل تهرانی رو دنبال کردیم بخوایم حرفایی که ایشون زده رو مطرح کنیم و پاسخش رو بدیم بیرو دروایسی ما نیاز حداقل به 10 ساعت برنامه داریم، ولی من میخوام این برنامه رو کمتر از 1 ساعت جمعش کنم و در این برنامه برخی مواردی که دروغ‌های تاریخی که ایشون مطرح میکنه میپردازم. اما شوربختانه دیدم که حمله ای رو از سوی
آقای خسرو صمدی و عده‌ای از این رضا پهلوی پرستا بدون اینکه اصلا ببینن آقا ایشون در تنها رسانه مورد تایید رضا پهلوی داره صحبت میکنه، حمله ای رو به این آقا آغاز کردن که و در این حملات از اونجایی که خب این طیف از افرادی که دارن فعالیت میکنن و حامی رضا پهلوی هستن مغزاشون شوربختانه بسیار کم برده، یعنی نمیتونن مسائل دورتر رو ببینم، بردش زیاد نیست، سطحی بینم، بینیشون رو میبینم فقط. و چون سید مهدی جلالی تهرانی سیده و چون پسر آخون محمد جلالی تهرانیست، اینها فکر کردن که با همون ادبیات سخیف خودشون، آقا یک صادراتی از سوی جمهوری اسلامی اومده و داره حرفای آقای مطهری رو میزنه، چون کتاب آقای مطهری خدمات متقابل اسلام و ایرانش رو من در دوران سربازی خوندم و داره ایشون حرفای اونو میزنه، دقیقا حرفای مطهری رو میزنه که ایران تاریخی نداره، مدیون اسلامه و ایشون داره از اسلام مطهری دفاع میکنه. خب ما یک سالی دنبال میکردیم و برنامه هم نمیخواستیم بسازیم حالا ولی دیگه انقدر این افراد کار ما رو خراب کردن، اومدن حمله کردن به جلالی تهرانی از منظر بعد و شلوغ کردن، آه این پسر آخونده پس بنابراین مسلمونه، بنابراین داره حرفای مطهری میزنه، من دیگه با مشورت بچه های رو دست مجبور شدیم این برنامه رو بسازیم، بگیم نه درسته ایشون پسر آخونده، درسته ایشون تاریخ باستان ایران رو همانند آقای مطهری میزنه، ولی این کجا و اون کجا؟ مهدی جلالی تهرانی به مراتب خطرناکتر از هر مسلمانیست، اصلا مهدی جلالی تهرانی خود اسلام ستیز از همانند ما. و شوربختانه اپوزیسیونی که نوک بینی رو مثل این آقای خسرو صمدی میبینه فکر میکنه هر کسی هر چی مثلا میگه برخلاف تاریخ ایران این حتما باید مأمور جمهوری اسلامی بشه. نه عزیزم، جمهوری اسلامی دیگه خیلی وقته فهمیده نباید تاریخ ایران رو بدین شکل بزنه، نفوذی برای اینجور مسائل پول نمیده بفرسته، این کار کسانی دیگر است. و من در آخر برنامه امروز بهتون ثابت میکنم که سید مهدی جلالی تهرانی به کجا وابسته است و چرا و چرا و چرا آقای مهدی آقا زمانی به ایشون تریبون میده و ایشونو داره میاره در تلویزیون، تنها تلویزیون و رسانه مورد تایید آقای رضا پهلوی و نقش رضا پهلوی در اینجا چیست. اینا رو همه رو میذارم آخر برنامه. در این برنامه من کوتاه به برخی از صحبت‌های آقای جلالی تهرانی میپردازم، چند تا تیکه از صحبت‌هایی که انجام دادن رو میپردازم، حتی اگه بخوایم تحریفات و دروغ‌های تاریخی که مهدی جلالی تهرانی مطرح می‌کنه رو بهش بپردازیم، ما نیاز به 10 ساعت برنامه داریم و این برنامه رو ما می‌خوایم کمتر از 1 ساعت جمعش کنیم که حوصله شما عزیزانم سر نره و چون خیلی برنامه مهمی هم هست. و سید مهدی جلالی تهرانی، فقط در مقدمه من بگم که این فرد منو شدیداً یاد احمد شاملو میندازه، یعنی به مانند احمد شاملو آگاهانه و با مطالعه، آدم بی سوادی نیست مهدی جلالی تهرانی. عزیزانی که برنامه من دنبال میکنم میدونم من به خیلی از سوژه‌هایی که میرسم میگم اینا بی سوادن، مهدی جلالی تهرانی از جنس دیگریست، اون بی سواد نیست و اتفاقا میدونه داره دروغ هم میگه، خیلی انسان پستر از این حرف هاست. مهدی جلالی تهرانی کمر همت رو بسته تا کلیت ایران رو نابود کنه و یک ختمش خیلی خطرناکی رو داره جلو میبره و هنوز هم کارش آغاز نکرده، هنوز کارش آغاز نکرده و نیاز به اینجا رو جنجال داشت که بیشتر سر زمون بیفته و شوربختانه این دوست عزیزمون آقای خسرو صمدی این موقعیت رو براش فراهم کرد و اینا به اشتباه انداخت سر زبون که آقا این فرزند آخونده، سید مسلمونه، این مطهری داره تاریخ ایران میزنه و ایشون اتفاقا خوشحال مهدی جلالی تهرانی، چون اون میخواد که ما اینجوری فکر کنیم تا بتونه کار اصلیش رو انجام بده. مهدی جلالی تهرانی رو من شروع میکنم برخی از حرفایی که زده، مثلا در همون صحبتی که یک سال پیش ایشون مطرح کرد در رادیو آقای حجازی در ارتباط با کوروش بزرگ، و کوروش بزرگ دیگه چیزی نداره، شورانگیز نیست مثل مثلا داستان عاشورا و اینا. این بخش رو نگاه کنیم، کوتاه برمیگردیم پاسخش رو میدیم. کوروش اسطوره شورانگیزی نیست، ما اینقدر داستان‌های شورانگیز اپیک و حماسی در مورد کوروش اصلا نداریم چیزی.
خب آقای مهدی جلالی تهرانی اینجا مثلا یه حرف خیلی عجیب و غریب میزنه، میگه آره مثلا دیگه داستان کوروش و مثلا پادشاه کوروش بزرگ ایشون زندگی شورانگیزی نداشته که مثلا بخواد ایرانی‌ها رو تحریک کنه که مثل مثلا داستان عاشورا بر این پایه بخوان یک حرکت ملی بکنن. آقای مهدی جلالی تهرانی میگه من برخی از مسائلی که آقای جلالی تهرانی مطرح کردن میگم و بعد میگیم که ایشون به کجا وصله. در ارتباط با کوروش بزرگ، یعنی سر تا سر زندگی کوروش بزرگ همه شوره، یعنی شما چه شما برید از اون پروفایل آقای هرودوت بخونید کوروشو، چه برید گزنفون بخونید. من فقط یه نمونه رو مثال میزنم آقای جلال تهرانی، تا میدونم چون بی سواد نیستی آگاهانه این دروغو گفتی، ولی بهت بگم اگه پای مناظره جایی بشه خب ما واقعا شما رو گره میزنیم با این دروغای شاخ داری میگی. و نگاه نکنید که برای اینجور افراد میزنن آقا کارشناس فلانجا و کارشناس بینومه، اینا چیزایی که درست میکنن این افراد رو بزرگ کنن و اتفاقا طریق این افراد میخوان تاریخ ایران رو نابود کنن. من فقط داستان پانتئا رو تعریف میکنم که همسرش سردار شوش بود به نام آبراداتاس. آبراداتاس سردار شوش بود که کوروش اونجا حالا حمله میکنه. داستان حمله چی بود، چرا حمله میکنیم و میزنیم کنار چون موضوع برنامه من نیست. و آبراداتاس فرار میکنه و پانتئا که میگن زیباترین زن آسیا بوده به دست کوروش میفته و کوروش اونجا خب مثلا اون موقع رسم بوده دیگه، پادشاهان کشور دیگه مثل نبوبک نصر یا کسان دیگر وقتی که یک قدرتی میگرفتن یه جای پیروز میشدن به همسر زیبای مثلا سرداران اونجایی که فاتح شدن تجاوز میکردن، هم خوابگی میکردن، ولی کوروش این کارو نمیکنه، دست به پانتئا نمیزنه و به پانتئا میگه شما اینجا در امن و امان هستید. و این رفتار کوروش با پانتئا که داستان خیلی طولانی است، اینقدر آبراتاتاس تحت تاثیر قرار میده که آبراتاتاس برمیگرده میاد پیش کوروش و حاضر میشه که یکی از سربازان وفادار کوروش بزرگ بشه که در جنگ با سکاهاس اگر اشتباه نکنم، الان حضور ذهن ندارم، آبراتاس وقتی تیری داره به کوروش میخوره آبراتاس میاد و تیر به ایشون میخوره و آبراتاس کشته میشه و پانتئا بر سر قبر شوهرش آبراتاتاس خودکشی میکنه و سه خدمه پانتئا هم خودکشی. این داستان انقدر شورانگیزه، انقدر تراژدی است که بهتون بگم تا به امروز چه به انگلیسی چه به فارسی ده ها کتاب نوشته شده، ده ها رمان نوشته شده همین یه مورد. اون وقت یک انسان بی شرافتی همچون آقای سید مهدی جلالی تهرانی میگه آقا شعور نداره که کوروش بزرگ. این یه مورد. در مورد دیگه که حالا ایشونو منن در تلویزیون اندیشه، من دو تا سه تا برنامه اخیرشون رو نگاه کردم که رصد کنیم تو این برنامه حداقل چند مورد نشون میده ایشون دروغ میگه، در ارتباط با مسئله این آتش سوزی و اینا هستش. اینو گوش کنی برمیگرد. یکی در این مورد که واقعا ایرانی ها در یعنی اعراب در مصر و اینا چیکار کردن دقیق نمیدونیم، اول باید زیر سوال قرار بدیم. مثلا در مورد اورشلیم میدونیم که اورشلیم رو نسوزوندن. خب الان آثار باستانی اورشلیم چه مال یهودی ها چه مال مسیحی ها برقراره، وجود داره، بعد هیچ کسی تو تاریخ اینو نمیگه. بله، سید مهدی جلالی تهرانی میگه که اینکه حمله کردن عرب و ایران و همه چی رو نابود کردن آثار باستانی ما رو، این دروغه، چون همین عرب ها به اورشلیم هم حمله کردن، چطور در ایران اومدن کل آتشکده ها رو از بین بردن ولی در اورشلیم هنوز که هنوز آثار مسمره مسیحی ها و یهودی ها از بین نرفته، وجود داره و عرب ها با اینا کاری نداشتن. آقای جلالی تهرانی اینجا شوخی میفرمایند به خاطر اینکه عرب ها اصلا با مسیحیت و یهودیت و اینا خودشون دنبال روی مسیح و یهود میدونستن و اصلا پیامبر اسلام محمد در یثرب که امروز ما اونو نامش مدینه میدونیم در برابر قوم های مسیحی و یهودی مثل بنی قریظه، بنی نذیر، بنی قیقناق بر سر این قوم ها کلی بحث میکرد، التماس میکرد که قبولش بکنن و حتی به خاطر قوم های یهودی نخستین قبله رو گذاشت بیت المقدس. امروز میگن گذاشت اورشلیم قبله رو و بعد که با یهودی ها دعوا شد و به خاطر اینکه عرب ها خیلی بهش فشار آوردن سر مسئله اقتصادی قبله رو عوض کرد گذاشت کعبه. معلومه که اینها میرن در اورشلیم نمیزنن آثار مثلا مسیحی ها و یهودی ها رو از بین ببرن، آیات قرآن داریم در دفاع از اینا، ولی وقتی که اینا اومدن ایران ماها رو آتش پرست و مجوس میدونستن، هنوز هم میدونن، زنن همه آثار باستانی ما رو از بین برن. آقای جلکرانی زیاد نمیخواد فکر بکنی، اصلا همین الان داعش که خودشو دنبال روی به حق خودش رو دنبال روی محمد میدونه، دنبال روی اسلام، اسلام واقعی داعشه،
شیعه اینا اصلا به وجود اومد که بزنه پدر اسلامو در بیاره. همین الان هم میبینید شیعه ای که در منطقه است یک اصلا فتنه ای را انداخته تو دنیای اسلام. همین الانش این داعشی ها به هر جا میرسن اولین کاری که میکنن آثار باستانی را از بین میبرن، در سوریه دیدیم. پس آقای جلکرانی خیلی فکر نکن باهوشی، بالاخره ما داریم یک سال شما رو رصد میکنیم. البته شما نسبت به مابقی اپوزیسیون یک هوش متفاوتی داره، چون بیشتر این اپوزیسیون از روی بیسوادی و از روی عقده ها و از روی تحت تاثیر جریان گلوبالیست حرفاشونو میزنن. شما به عنوان یک بچه آخون خیلی زرنگی کردی که امروز تونستی این بالاخره از این فعالیتات پول خوبی هم به دست بیاری و داری با اون جریانی که حالا در آخر برنامه مطرح میکنیم کار میکنیم. در ادامه دوباره آقای مهدی جلیل تهرانی میگه عربا اولین بار کتابو مثلا در مصر دیدن. اینم ببینیم برمیگردیم. اولین جایی که گفته میشه اینها اکسپوز شدن، یعنی یعنی دسترسی پیدا کردن، یعنی کتاب دیدن و کتابهای خیلی زیادی دیدن، کتابخونه مصر بود که تازه توسط مسیحا سوزونده شده بود، یعنی بخش بسیار اندکیش ازش مونده بود. خب این آقای بیشرافت اینجا نمیگه که بابا جون عربا همزمان هم به مصر حمله کردن هم به ایران، و اتفاقا خیلی زودتر از مصر کتابخونه گندی شاپور یا جندی شاپور ما رو دیدن. البته نامش گندی شاپوره چون اینا گه نمیتونن تلفظ کنن، جندی شاپور میگن. و وقتی این همه کتاب دیدن پیام دادن به عمر، گفتن این کتابا رو چیکار کنیم؟ عمر گفت آقا اگه این کتابا حرف درستی زده که قرآن همه حرفای درست زده، حرف غلطی هم که زده غلطه، در هر دو صورت بریزید اینا رو یا تو دریا یا آتش بزنید. و آقای مهدی جلترانی کلن کتاب سوزی در ایرانه که منکر میشه، الان میگه اولین بارم کتاب خونه رو عربا توی مصر دیدن، یعنی بیشرافتی. و در ادامه مهدی جلالی تهرانی بر میگرده میگه که آره مثلا یک دشمنی خیلی خاصی با کتاب دو قرن سکوت داره که الان بهتون میگم چرا، و میان حمله میکنه به کتاب دو قرن سکوت استاد زرینکوب و میگه این کتاب حکم مفاتیح الجناح داره. و در دو برنامه مختلف که من رصد کردم، در هر دو برنامه، حتی در تمام برنامه هاش این تیکر رو میندازه. این دو بخش رو نگاه کنیم برمیگردیم. همیشه هم تکرار میکنم، میگم صحبت های آقای عبدالحسین نظری تو در کتاب دو قرن سکوت واقعا عین مفاتیح الجنانه. الان برای کسانی که اعتقادات مذهبیشون از دست دادن، ولی این یکی شده مفاتیح، جا به جا میشه نمادها. ببینید در این قسمت که برخلاف خلیفه سر به کورش برداشتن، این چیزا رو ما توی کتاب دو قرن سکوت آقای مفاتیح الجنان در واقع من اسمشو میذارم آقای زرینکوب خوندین، جاهای دیگه که بابک خرمدین، یعقوب لیث صفاری، سمک عیار، فلان حرفا رفتن شورش کردن و کارهای کمی حالت اسطوره سازی و چیزهایی که مثلا ممکنه امروز از قاسم سلیمانی یا یه روز دیگه از یک فرمانده دیگه بشنوید، تا چقدر به اینها میشه اتکا کرد جای سواله. بله چرا اینو مهدی جلیل تهرانی میگه؟ من قبلا که یاران از تو برنامه‌ام اینو نگفتم، ولی یارانی که در ایرانن همیشه میگفتم بهشون که پس از شاهنامه فردوسی هر ایرانی وظیفه داره کتاب دو قرن سکوت خونده باشه تا بدونه که این اعراب وحشی سوسمارخور چگونه به کشور ما حمله کردن و چه جنایتایی رو کردن. و این آدم کل کتاب استاد زرینکوب رو با کتاب مفاتیح الجناح میاد مقایسه میکنه. کتاب مفاتیح الجناح کتابی است که در حقیقت از اول تا آخرش فحش داده به خلفای راشدین سنی، به عمر و ابوبکر و اینا، اینکه اونم کار ما ایرانیاست که میگم این هوش حزب شعبیه بود، حزب شعبیه فردوسی بگیری تا بابا طاهر همدانی تا بابک خرمدین تا ابو مسلم خراسانی، هر کی به یه شکلی در این حزب و جنبش شعبیه بود. و این کار ما واقعا این کارو کردیم که اختلاف عمیق بین اسلام بندازیم، و از این منظر حتی مفاتیح الجناح قابل بررسی است که چقدر ایرانی‌ها در حزب شعبیه ذهنشون باهوش بوده، حالا که دیدن که اینا اعراب وحشی که دیدید داعش حمله می‌کنه واقعا همه چی رو از بین می‌بره در برابر کسانی که بربر هستن و توحش دارن و به دنبال نابودی هستن و حاضرن کشتشن برن اون دنیا بهشت رو به دست بیارن، این افراد میتونن تمدن‌ها رو نابود کنن. به خاطر اینکه تمدن از سازندگی، از زندگی میاد. وقتی که ما جنگ‌های تن به تن می‌کردیم با این اعراب اصولا این بود 50% تدافع 50% تهاجم، یعنی یک دست سپر یک دست شمشیر. این اعراب سوسمارخور اولا که اصلا سپر رو مینداختن و دو تا دست شمشیر میگرفتن قبل از اینکه به ما هم حمله کنن، یه چاقو به خودش میکشید. خب این سرباز ساسانی با
خودش چی فکر میکرد اون لازم میکرد؟ آقا این چه دیوانه ایست، این اول یه شمشیر به خودش زد، یه زخمی به خودش میزد، دوتا دستش هم شمشیره و اصلا نمیخواد تدافع کنه، 100% تهاجم میکرد. شما نمیتونید واقعا خیلی زمانها در برابر چنین جریان فکری بیستی، چون این جریان هیچی براش مهم نیست، میخواد بکشه، اومده که کشته بشه، ولی سرباز ساسانی نرفته که کشته بشه، رفته که از خاک کشورش دفاع کنه و زنده بمونه و همیشه همینه. و برای همین امروز شما داعش یکی از بهترین دلایلیست که ما دیگه میتونیم، دلیل زنده است که چرا خیلی از آثار باستانی ما از بین رفته. و این آدم کل کتاب استاد زرینکوب رو میذاره که، در حالی که استاد زرینکوب چیزی از خودش ننوشته. شما کتاب استاد زرینکوب رو بخونید، تمام چیزهایی که مطرح میکنه استاد زرینکوب پانوشت داره، تاریخ طبری، تاریخ بیهقی، تاریخ ابن هشام، سیره ابن هشام، ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، همه رو از تاریخ داره مینویسه استاد زرینکوب. و این آدم هدفمند کتاب زرینکوب رو داره میزنه. حالا یه چیز جالبیه بتونه، فکر نکنه این داره دفاع میکنه از عربا، برخی ها که نوک بینی رو میبینن و خیلی هم مسائل رو خبر نره، الان فکر میکنن آقا مهدی جلترانی هم سیده دیگه، یعنی چیز جور دیگه، همه چی به این میاد، هم سیده، هم باباش آخونده، هم داره حمله عرب به ایران رو تطهیر میکنه، پس آقا این مسلمون شدیده دیگه. نه اتفاقا خیلی هم اسلام ستیزه، اتفاقا عرب ستیز البته نیست، ولی اونجوری هم فکر نکنید از عرب خوشش میاد، از یک منظر دیگه داره میزنه، دشمنیش با خود ایرانه، چون ایرانو بزنه داره جنگ عربو تطهیر میکنه. مثل یاد جبهه ملی میافتم، جبهه ملی عاشق چشم و ابروی امارات نبود، ولی چون با شاه مبارزه میکرد، میخواست با شاه مبارزه کنه و حال شاهو بگیره، ضربه بزنه به شاه، میومد دفاع میکرد که آقا امارات مثلا جزایر سگانه مال اماراته. این نبود که مثلا شما فکر کنید جبهه ملی عاشق چشم ابروی امارات بوده، دشمنیش با شاه بوده، ایشون هم همینه، عاشق چشم ابروی عرب ها نیست، از اسلام هم اتفاقا متنفره، حملات زیادی هم در این یک سالیشون به اسلام داشته. ولی خب دیگه نوک بینه رو میبینیم و میگیم آها دیگه آخوند از ایران هم اومده، سید هم هست، پس همینه دنبال روی متحریه. نه اصلا، خیلی خطرناکتر از این حرفاست. و مهدی جلترانی در بخش بعدی تمام کشتار ایرانیان که این عرب ها میومدن از ایرانیان میکشتن و حتی سعد بن ابی وقاص این یا خالد بن ولید که اصلا گفت آقا من از خون ایرانی ها آسیاب درست میکنن، تو آسیاب میخوام نون درست کنم از خون ایرانیان، همه اینا رو زیر پرسش میاره، میگه آقا کی این کارو میکنه، مگه اینا دیوانه؟ خب آره بابا جان، مسلمون جماعتی که اومدن همین الانش هم میبینیم کم دیوونه نیستن که، دیوونه قربونت برم. و دیدگاهشون دیدگاه مالی خولیاییه. و این حرفاری که میزنه من دیگه پاسخشو نمیدم، این تیکش رو براتون پخش میکنم، عکسها رو گذاشتم و فکر میکنم خودم عکسه که میزنم جوابش هست، اینو نگاه کنیم برمیگردیم. احساس میکنید تیاتریکال نوشته شده، نمایشنامه، پشت 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 آدم کشته شده، جوی خون، خودتون مثال زدید، آسیاب دیوانه بوده طرف، مثلا آسیابو با خون بگردونه، جای دیگه تو دنیا دیدیم همچین اتفاقاتی، حتی مغول رو هم داریم بی خود میگیم. بله همونطور که دیدید میگیم مغول هم داریم دروغ میگیم، مغول هم حمله کرده نکشته، دروغ میگید، فکر نکنید از مغول خوشش میاد، نه هیچ کس و کارش هم مغول نبوده، دشمنیش با ایران دیگه بیش از اندازه است، برای همین من اینقدر ترسیدم از این آدم. این آدم خیلی آگاهانه داره ایران ستی، همه تاریخمونو این آدم اینقدر پررو فردا میاد میگه اصلا کی گفته ما ایرانی هستیم، اصلا نام ایران نبوده، تو همین 30 سال پیش مثلا نام ما آفریقا بوده، میگن این افراد دارن پروژه‌هاشون رو آماده میکنن، خیلی خطرناک‌تر از این حرفا، همه چی رو رد میکنن. من دیگه پاسخشو نمیدم وقتی که میگه آقا طرف مگه دیوانه است از خونه آدما بخواد آسیاب درست کنه، نون درست کنه اینا، و این کارو کرده خالد بن ولید، من دیگه پاسخ نمیدم. و بهتون بگم کسانی که به ایران حمله کردن مثل خالد بن ولید که اینقدر از ایرانیان کشتن، اینا جز عشیره مبشره بودن. عشیره مبشره اگه عزیزان نمیدونن بهشون بگم، 10 تن از یاران محمد بودن که اصولا بهشون اصحاب میگن، که محمد گفت آقا اینا هر کاری تو این دنیا دیگه بکنن، هر گناهی هم بکنن، تو بهشت جاشون کنار منه. به این 10 نفر میگن عشیره مبشره، و خالد بن ولید یکی از این عشیره مبشره است. این کار رو کرد ایرانی ها رو کش، و این آقا میخواد تطهیرش بده، البته میگم به خاطر مثلا چون تعصبی رو اسلام نداره این کار رو نمیکنه، دشمنیش خیلی با ایرانه. و من دوتا مطلب توی حالا صحبتهایی که دیگه ایشون توی
این بخشای تاریخمونه داره میزنه. من مسئله دیگری که در فضای مجازی از ایشون بچهای ما پیام عزیز و بابک دنبال کردم و ما داشتیم روش کار میکردیم، پستریه که در فیسبوک میزنه. مثلا در این پست ببینید چی میگه. میگه به انقلاب معتقدیم اما انقلاب کور نمیخواهیم. دو جمله اول بسیار درسته، بله ما به یک دگرگونی در ایران معتقدیم اما دگرگونی کور نمیخواهیم، دقیقا حرف رو دسته. اما حالا اینجا نسل قبل به دامن اسلامگرایی و وحدت کلمه افتاد، ما به دامن ملیگرایی خالصگرا و تقلیلگرا نمیافتیم. خیلی خطرناکه. یعنی ما میگیم آقا جون باید آگاه بشیم که جمهوری اسلامی بره، بعد مثلا بخوایم یه حکومت ملی را بندازیم. ایشون هم دو جمله اول ما رو میگه، میگه ما میخوایم مثلا آگاه بشیم جمهوری اسلامی بره و حواسمون باشه حکومت ملی نیاد. خیلی خطرناکه این آدم. و در پست دیگرش که خیلی برای من جالب بود، دیگه دست خودش رو میکنه، حمله میکنه به کسانی که در این اپوزیسیون هم زیاد هستن، افرادی که میگن دم از دموکراسی میزنن ولی میگن آقا دموکراسی زیر پرچم یک کشور، یک ملت، یک پرچم، تمامیت ارضی رو قبول دارن مثلا. خب خیلی از اینایی که حرف از دموکراسی میزنن، ایشون نام اینا رو میذاره افرادی که دموکرات مرکزگران. بخونیم چی میگه. میگه دموکراسی مرکزگرا میگه ما وقتی حکومت را عوض کردیم حقوق اقوام را به آنها میدهیم، از جمله حق آموزش زبان مادری. بیایم داخل عزیزان، حق آموزش زبان مادری یعنی این که در کنار دروس ریاضی و فیزیک و اینا طرف مثلا زبان مادری خودش مثلا کردی، ترکی اینا، حالا ترکی که زبان مادری نیست، شوربختانه زبان مهاجمانه، حالا به هر حال اینا را میتونه بخونه. ببینید آقا جلالی تهرانی چی میگه. میگه من چنین ذهنیتی را مرکزگرا نمینامم، آن را زایده یک ذهن بیمار و متوهم میدانم. ببینید چقدر این آدم خطرناکه. اول حق آموزش به زبان مادری است نه حق آموزش زبان مادری. دوم چه منت و مرحمت بزرگی. بیایم داخل رسما مسخره میکنه، میگه شما دموکراسی خواهان مرکزگرا میگه به جایی برسید میخواید آموزش زبان مادری حق مثلا به اقوام بدید، چه مرحمت بزرگی میکنید. آموزش زبان مادری کشک چیه؟ ما به دنبال آموزش به زبان مادری. میدونید یعنی چی؟ بارها تو برنامه هم گفتم، یعنی ریاضی و فیزیک هم طرف بره با کردی و ترکی و حالا عربی بخونه تو ایران. خب شما بعد از 100 سال فکر میکنید ما با چه ایرانی مواجه میشیم؟ مازنی با زبان مازنی ریاضی فیزیک خوده، گیلانی با زبان گیلانی، آذری همچنین، کردستان همچنین، هر کسی هم، بلوچستان هم. فردا یا بچه اینا پس از مثلا یک نسل دو نسل حرف همدیگر رو تو ایران میشنن، میفهمن. طرف از شمال بره کردستان، از کردستان بره مشهد، خراسان، توس، میفهمن حرف همدیگر رو. و این اون برنامه ریزی سنگین است که استعمار جهانی داره انجام میده، سرویس های جاسوسی دارن انجام میدن، مشخصا سرویس جاسوسی MI6، CIA، موساد و استخبارات عربستان. برنامه ریزی است که اینا تو دستور کارشون برای ایران دارن انجام میدن که بتونن در 100 سال آینده ایرانی دیگه کلن رو نقشه نمونه، عملا دیگه نمونه. و در ادامه ایشون برمیگرده میگه، میگه که سوم ملیت ها، اقوام و هر گونه گروه اجتماعی دیگر انسانی در چارچوب جغرافیای کنونی ایران فرای آن از اقلیت مذهبی تا دیگر باشن جنسی که بجز حقوق اساسی منافع سیاسی مشخصی برای خودشان تعریف میکنن باید حقوقشان را خودشان بگیرن. در صورت عدم قبول، اینجا مهمه، به زور کسی به آنها نمیدهد. حالا داره تشویق میکنه. بیایم داخل، میگه باید حقوقتون رو بگیرید، کسایی که دنبال حق آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری و اینا هستید. اگه این حقوق رو بهتون نمیدن، حالا ایشون از منظر خودش کسانی که دنبال یک ایران و یک پارچه، به زور باید بگیرید. به زور یعنی چی؟ یعنی مثل حزب دموکرات و حزب کومولو اینا برید اسلحه بگیرید. خط فکری ببینید چقدر خطرناکه. چقدر این سید مهدی جلالی تهرانی، واقعا من ازش میترسم. کمتر پیش میاد من در مورد کسی بگم آقا این بی سواد نیست و خیلی آگاهانه، خیلی آگاهانه قشنگ خط و مش سرویس های جاسوسی رو داره جلو میبره. و حالا جایی که دیگه من خیلی مطمئن شدم که ایشون، یعنی دیگه شکم دیگه خیلی زیاد شد، بچه‌ها داشتن رصد میکردن که ایشون داره با سرویس های جاسوسی کار میکنه، جایی بود که 18 جولای امسال پست گذاشت
نوشت گفت دوستان به مترجمان داوطلب قوی در زبانهای خاورمیانه عبری، عربی، کردی و ترکی نیاز است. بیایم داخل. عبری که میشه زبان هموطنان یهودی ما و زبان رسمی اسرائیل. در کنارش سه تا زبان دیگر رو میگه، سه تا زبانی که جریانات تجزیه طلب و قومگرا شدیداً در این بخش دارن کار میکنن، کردی، ترکی، عربی. و این سه تا زبانی که الان بحث تجزیه در کشورمونو دارن پیش میبرن با زبان اسرائیل. این خیلی دیگه خطرناک شد. برای چی شما میخواید آقای سید مهدی جلالی تهرانی این افراد رو چی کار میخواید بکنید با کسایی که زبونشون خیلی خوبه دارن تیم درست میکنن؟ حالا برای چی؟ کجا؟ چی؟ داستان چیه؟ تا اینکه یه چیزی رو ما بچه‌ای رو دست از قلم انداخته بودیم که بزنم به تخته، خود آقای جلالی تهرانی در مصاحبهشون سوتی دادن. این یکی دیگه خدایش از دست ما در رفته بود و ایشون رسما در مناظره‌ای که با خانم شکوه میرزادگی میکنن، ببینید کار واقعا ایران به کجا میرسه. شکوه میرزادگی که خودش یک چپگراست و یک فردی تا مغز استخون سکولار دموکرات و همسرش آقای اسماعیل نوریالا که در کانون نویسندگان این همه به ایران خیانت کرد و امروز گفتمان فدرالیسم داره جلو میبره و خودشون در رأس خانی، نه ایشون بعد میاد در دفاع از تاریخ ایران با آقای جلالی تهرانی گفتگو کنه. البته گفتگو رو من گوش کردم تا حدود زیادی، توی به خاطر این گفتگو از خانم میرزادگی با سپاسگزاری میکنم، خوب جوابایی رو داد بین آقای جلالی تهرانی. ولی در این گفتگو سید مهدی جلالی تهرانی رسما حمایت میکنه از صهیونیسم. اینو نگاه کنیم برمیگردیم. من کسی هستم که مصاحبه کردم گفتم ما باید صهیونیسم رو به رسمیت بشناسیم. این عین جمله من، الان گوگل بکنید توی سایت تقاطع. بله، آقای سید مهدی جلالی تهرانی که از صهیونیست، اینجا دیگه حجت بر من تموم شد با کجا داره کار میکنه. ولی هنوز مونده. همین حرفی که ایشون زد رو برید گوگل کنین. ما هم گوگل کردیم با تقاطع ایشون چی گفته. بهتون یه چیزی بگم شوکه میشید. در تقاطع این فرد، حالا الان بهتون همه چیزا وصل میشه، در دفاع از رضا پهلوی و به بهانه اینکه در یک سال گذشته خرداد 96 آقای رضا پهلوی یک جایزه رو گرفتن در ارتباط با یادبود هولوکاست از افراد تندرو صهیونیسم، یهودیای صهیونیسمی که رسما یکی دو تاشون اصلا تز بمباران ایران رو دادن که اون موقع خیلی یادتون باشه سر و صدا شد. و در اون سر و صداها تقاطع میاد با مهدی جلالی تهرانی صحبت میکنه و مهدی جلالی تهرانی میگه آقا جون صهیونیسم ما باید به رسمیت بشناسیم. ما هموطنان عزیز یهودی داریم، من خیلی دوستشون دارم، دو سه تاشون دوستای واقعا نزدیک منن و تا به امروز ما صحبت میکنیم آقا حساب یهودی ها، نه تنها یهودی های ایران، یهودی های جهان را با صهیونیسم باید جدا بدونیم، چون صهیونیسم یک حزبی است که مشخصا برای جهانخواری و برای تیکه تیکه کردن منطقه و با دشمنی با ایران، نه جمهوری اسلامی ها، کلا دشمنیش با ایران، حتی جمهوری اسلامی هم نباشه، در زمان شاه هم اینا صهیونیست داشت کرماشو میریخ به قول معروف. و ما همیشه میگیم آقا یهودی های دنیا با صهیونیست جدان. و اینجا جلالی تهرانی ببینید چقدر رک میگه، میگه آقا نه ما صهیونیست رو به رسمیت بشناسید. در کجا اینو میگه؟ در مصاحبه با تقاطع. به خاطر چی؟ به خاطر دفاع از رضا پهلوی که اون موقع جایزه هولوکاست از جنگ طلبان صهیونیسمی در آمریکا گرفت، کسانی که گفته بودن بمب بریزید بر سر مردم ایران. حالا اینجا برای من یه چیزی روشن میشه. رضا پهلوی جایزه میگیره از هولوکاست در ارتباط با مسئله یادبود هولوکاست از جنگ طلبان صهیونیسم، بعد این آقای جلالی تهرانی میاد در تقاطع از رضا پهلوی دفاع میکنه و میگه صهیونیسم ما باید به رسمیت بشناسیم. و کمتر از یک سال بعد در کنار تنها رسان، در کنار مهدی آقا زمانی که در خود همین سالها، البته در این یک سال گذشته بحث سر خودش خیلی زیاده، حالا فعلا نمیپردازیم، و تنها رسانه مورد تایید رضا پهلوی هم مصاحبه میکنه. حالا الان بعضی از این دوستان شیرین نقل بگن رضا پهلوی دیگه به تلویزیون افق مربوط نیست، این به شما مربوطه، چون رضا پهلوی به ما گفته که توی برنامه‌ها و صحبت‌هاش رسما اعلام کرده تنها صحبت‌هایی رو قبول کنین که در شبکه‌های اجتماعی ایشون منتشر میشه. ایشون تا این لحظه
وقتی رسانه افق را افتاد با یک سر صدای بسیاری را افتاد، گفتن آقا رسانه افق مشخصا زیر مجموعه دفتر رضا پهلوی است و رضا پهلوی تا به امروز بیانیه‌ای نداده که آقا خطم از این جداست و اگرم بیانیه بده باید توضیح بده آقا چجوری تو یک رسانه ای را در دو سال گذشته را انداختی گفتی زیر مجموعه شما سلام میگی نه، ولی فعلا این بیانیه رو که نداده. پس تا این لحظه که من برنامه رو میسازم رسانه افق تنها رسانه مورد تایید آقای رضا پهلوی است. من مهدی جلال تهرانی که یک سال پیش در ارتباط با جایزه هولوکاست که رضا پهلوی از دست جنگ طلبانی که گفته بودن باید بمب بر سر مردم ایران بریزن و ایران با بمب اتم نابود کنن گرفت، آقای جلال تهرانی اونجا دفاع کرده، الانم تو رسانه آقای رضا پهلوی است. من مشخصا من بهتون میگم با توجه به این جنبندی، البته ما داشتیم بیشتر کار میکردیم اسناد قوی تری دستمون برسه بیای مطرح کنیم، منتها چون دیدیم شلوغ بازی بعضی از انسانهای سطحی نگر که فکر میکنن چون جلالی تهرانی پسر آخوند سیده و حمله عرب به ایران رو تطهیر کرده پس این حتما اسلام دوسته، نه، جلالی تهرانی فردی بسیار خطرناکه که هنوز کاراش هم شروع نکرده. و من بهتون بگم چون جلالی تهرانی اینا دیگه کار تحقیقاتی تیم رو دسته، جلالی تهرانی هم در صدده نه تنها بحث حالا تاریخ کلن تاریخ رو دارن میزنن و دارن دامن میزنن به مسائل قومگرایی که ایران تجزیه بشه، دارن این خط فکری خطرناک و با بودجه سنگینی که مشخصا داره از موساد میاد، وقتی کسی از سیونیست دفاع میکنه دیگه شما مطمئن باشید بسته، یه بچه آخوندی میبینید شما الان مداح کم نداریم که مداحانی که ارتباط دارن با موساد هر روز هم داره صحبتش میاد و الان هم این پسر آخون بلند شده رفته با اسرائیل بسته و این از هر مأمور جمهوری اسلامی خطرناک تره، این اصلا مشخصا میخواد ایران. و در مورد مسئله سیاسی به ویژه در مورد سوریه من دیدم که ایشون داره یک خط مشخصی رو پیش میبره که به زودی فعالیتاشو در این حوزه آغاز خواهد کرد، احتمالاً به زودی با گروهی که داره درست میکنه بیشتر از آقای جلالی تهرانی میشنوید، از این آدم به شدت بترسید، به شدت این آدم رو زیر ذره‌بین ببرید، این فرد با بقیه افراد اپوزیسیون با اون افراد قد کوتاه و کوتوله اپوزیسیون که بی سواد هستن و خیلی راحت ما میتونیم تو رو دست اینا رو گره بزنیم بسیار متفاوته. جلالی تهرانی فرد تحصیل کرده است، آگاهه و داره با سازمان‌های جاسوسی بی شک داره کار میکنه، این اصلا تو شک نکنید با این چیزایی که وقتی میگه آقا کسانی که زبان عبری اینا بلدن ما نیاز داریم و بلند چی رو بیاید و ختمش سیاسیشو در مورد سوریه من دارم دنبال میکنم، دقیقا ختمش اسرائیله و حتی آقای سلیمانی هم ایشون از جنبه ببین قاسم سلیمانی بعد یا خوب که اون یه بحث دیگریست چیکار کرده نه، ولی مهم اینه که شما از چه منظری میزنی. خب منم اسلام ستیزم، آقای جلالی تهرانی هم مشکل داره با اسلام، این کجا اون کجا، آقا یه لات چاقو کشی چاقو میزنه شکم مردم رو پاره میکنه، یه دکترم چاقو میزنه تو اتاق عمل شکم طرف رو پاره میکنه، این چاقو زدن کجا اون چاقو زدن کجا. حمله جلالی تهرانی به قاسم سلیمانی و سرداران سپاه که خیلی مشخصاً هم یک سری دروغ‌های شاخ‌تر هم بیان می‌کنه به مانند برخی از افراد کوتوله اپوزیسیون، دقیقاً همون حمله است که موساد داره می‌کنه، اصلا شک تو این حرف من نداشته باشید. خیلی خطرناکه جلالی تهرانی، من نمی‌دونم چجوری این خطر رو گوشزد کنم و الانم وقت برنامه نبود ما بسازیم، ولی خب ما دیدیم که بعضیا با شلوغ‌کاری ذهن‌ها رو دارن می‌برن که آقا این صادراتی جناب بابا صد برابر خطرناک‌تره اینجور حرفاست. امیدوارم این برنامه ذهنای شما رو آگاه کرده باشه ایشون به کجا وصله و داره چی کار میکنه. از این به بعد دوست دارم که آقای جلال تهرانی رو همه تون رصد کنید و تا جایی که میتونید بهش توی فضای مجازی حمله کنید، حمله یعنی برید کامنت بذارید، درگیر شید توی فضای مجازی باهاش، بحث را بندازید، هر جا میره صحبت میکنه تلفن رو بردارید حمله کنید به اون برنامه گذار، به خاطر که این فرد اگر اجازه بدیم همینجوری جلو بره این افکار بسیار خطرناک و سازمان یافته شده شو مطرح میکنه و در آینده من نمیدونم این داره دقیقاً یعنی فاجعهش چقدر میشه، نمیدونم
تا چه اندازه داره با سازمان‌های جاسوسی کار می‌کنه. اینو فهمیدم که داره کار می‌کنه. ولی تا چه اندازه داره کار می‌کنه و چه پروژه‌هایی رو داره پیش میاره. شما مخفی از سازمان جاسوسی فکر نکنید مثلا طرف میاد آمار ماها رو می‌گیره ببره مثلا بلس. نه، نیازی نیست به این کارا. پروژه‌هایی رو دارن سازمان‌های جاسوسی در دنیا، مثل موساد، حتی اون موقع در ساواک هم اینطوری بود. پروژه‌هایی رو دارن و تحویل میدن، میگن آقا برو دنبال این پروژه. و بعد ببینیم جلیلی تهرانی، حالا من پروژه‌هاشو دارم، چیزی که الان خودش داره بیان میکنه، یکی زدن تاریخ ایرانه. همش هم اگه دقت کنید تو صحبتاش میگه باید سوال کرد، باید شک کرد، یعنی کل تاریخ ایرانه در مرحله اول میخواد تو شک ببره. در چیزایی که مثلا این میمونه که آقا خورشید وسط روز تو آسمونه، ما بگیم آقا باید شک بکنیم خورشید تو آسمونه. یه سری چیزا مثل کتاب سوزی یا خیلی مسئله‌ای که ایشون مطرح میکنه، اصلا نویسنده‌های غربی دیگه اومدن کتاب نوشتن. برید یه تاریخ دوران ویلدوران تو بخونید در مورد هخامنشی، اون وقت ایشون میاد همه رو رد میکنه. کتاب بانو ماریکوخو بخونید، خیلی مسائل دیگه. همه رو داره چی میگه؟ میگه آخورچی تو آسمونه، میگه باید شک کرد. یعنی با یه گفتمان خطرناک داره جلو میاد. به هر حال سرتون درد نمیرم و من فکر میکنم با آقای جلالی تهرانی از این به بعد ما کار زیاد داریم. مسائلی که مطرح کرده خب طبیعتا نمیرسم تو این برنامه دیگه مطرح کنم، فقط برام مهم بود که به شما بگم آقا خط فکری این کجاست، از کجا داره این آبشخور میگیره، سرچشمه فکر این کجاست و به کجا داره میره. یک وقتی ذهنتون نره چون این سید آخونده، نه این اصلا اسلام ستیزه، اصلا مشکل داره با اسلام. و خیلی برام جالب بود حملاتش به اسلامو در خیلی جاها دیدم و حتی یک حمله کوچک، نه به صهیونیست، نه به اسرائیل، نه به یهود، هیچی، همه دینا رو میکوبه، حتی زرتشت رو، ولی اسرائیل و یهود اصلا. به هر حال امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه. پاینده ایران بدرود و یادتون باشه ایران بزرگ آرمان بزرگ میخواد.